یک فعال مدنی میگوید که حکومت چین کتب اسلامی را به آتش میکشد. محمود خلیل، فعال مسلمان اویغور، در صفحه توییتر خود نوشت که گروه‌های افراطی و کمونیستی چین کتاب‌های اسلامی و هر آنچه را که به اسلام مربوط می‌شود به آتش می‌کشند. وی با بیان اینکه حدود 2 میلیون مسلمان اویغور در بازداشت گروه‌های کمونیستی چین قرار دارند تصریح کرد برخی از زنان مسلمان اویغور برای اینکه در معرض تجاوز و آزار و اذیت قرار نگیرند اقدام به خودکشی کردند. گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تخمین می‌زنند که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت مسلمان اویغور و سایر اقلیت‌های دینی و نژادی در چین بازداشت شده و در اردوگاه‌های بازآموزی نگهداری می‌شوند. دولت چین اما این موضوع را رد کرده و می‌گوید که اویغورها در مراکز آموزش حرفه‌ای با هدف مقابله با افراط‌گرایی نگه داشته می‌شوند.